سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی هستم. در این برنامه به سوال‌های رسیده در مورد روابط جنسی زوج‌ها پس از زایمان می‌پردازم. زوج به سلامتی و دل خوش فرزندشون به دنیا آمده و میخوان بدونن که کی میتونن به رابطه جنسی برگردن. در این مقطع من بسیار ایمیل هایی که میگیرم بیشتر از آقایونه. شما به هر پزشکی که مراجعه بکنین توی کتاب های پزشکی اومده که 6 هفته بعد از زایمان شما میتونین ارتباط جنسیتون از سر بگیرین. این قضیه برای افراد مختلف هم متفاوت پیش میاد. مثلا خانمی که زایمان طبیعی داشتن، پارگی شدید داشتن، زایمان سخت بوده، زایمان اول بوده، یا اینکه مثلا افسردگی پس از زایمان گرفتن یا گوشت اضافی آورده اون ناحیه که بخیه زدن بعد از مثلا 6 هفته، این خانم مسلما آمادگی اینو نداره که بعد از 6 هفته رابطه جنسیش مثل همون قبل باشه. بنابراین باید خیلی خیلی آروم آروم به این قضیه برگردین هر وقتی که خانم احساس راحتی کردن. ولی این به این معنی نیستش که آقا تلاش نکنه، چون بعضی از آقایون میگن ما اصلا به سمت خانممون نمیریم تا اون بیاد به سمت ما. از نظر روحی یک خانم بعد از زایمان تبدیل به یه مادر میشه و غریزه مادرانه بسیار قوی تر از غریزه جنسیه برای خانم ها. به خاطر همین اگر که شما پس بکشین ایشون نمیاد، خیلی بعیده که یه خانم بعد از زایمان بعد از چند هفته بیاد به شما بگه که خب حالا بیا از سر بگیریم رابطه جنسیمونو. هر از گاهی بهتره بنا به اون غریزه که دارین به سمت ایشون برین، ناز، نوازش، همدلی و اینم در نظر بگیرین که از نظر روحی همونطوری که گفتم این قضیه مهمه در نظر بگیرین. جسمش یه طرف که خشکیه و این خشکی تا زمانی که بچه رو شیر میده خانم ادامه داره. از نظر روحی اگر خانم افسردگی پس از زایمان نداشته باشن، خیلی راحت باشن، دارن بچه‌شون رو شیر میدن حالا یا نمیدن، احساس خوبی نسبت به خودشون داشته باشن، احساس نکنن که از کم خوابی اصلا نمیتونن راه برن یا غذا بخورن، توقع نمیشه داشت که رابطه جنسی با ایشون برقرار کرد. چون رابطه جنسی تقریبا مثل این میمونه که فرد میخواد به جیم بره، مثلا میره به یه ورزشگاه و ورزش بکنه برای 20 دقیقه و اگر که نخوابیده باشه، غذای درست نخورده باشه، توانایی نداره اصلا این کار رو انجام بده. بنابراین یه سری توقعات هم باید در این مواقع در نظر بگیریم که یه ذره به قول معروف ایدئالیست نباشه و واقع گرایانه باشه. بعضی از خانم ها میگن که وقتی که بچه دار میشن اون احساس غریزه مادری به حدی قویه که احساس میکنن که اصلا دیگه نمیخوان رابطه جنسی تا این مدت داشته باشن. احساس میکنن این تداخل داره با اون حالت مادرانه ای که دارن، اون حالت به قول معروف مقدسی که از یک مادر تو ذهنشون دارن با یک شریک جنسی نمیخونه. اینم باید درک کرد، برای اینکه برای خیلی از خانم ها پیش میاد. ولی یواش یواش با آرامش، اینکه خب این بچه جفتمونه، به هر حال ما اول بودیم که این بچه بوده، خیلی با همدلی یواش یواش تدریجی میتونین اینو به سمتی ببرین که دوباره این خانم دلگرم بشه، به خودش به عنوان یک آدمی که میتونه یک شریک جنسی باشه نگاه کنه، نه فقط یک مادر یا یک همسر، و با همدیگه دوباره شروع بکنین که یک رابطه جنسی رو از سر بگیرین بعد از اینکه فرزندتون به دنیا اومد. اینم هم همینجا بگم که در بعضی از مواقع متاسفانه حاملگی به سخت منجر میشه یا زوج بچهشون از دست میدن. بعد خب این قضایی هم همه باعث میشه که تا یه مدت زیادی شاید فرد اصلا از رابطه جنسی زده بشه. اینا رو هم در نظر بگیرین که شرایط هر زوجی با زوج دیگه ای فرق میکنه.